سلام عزیزای دل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. قبل از هر کاری لطف میکنید اگر دکمه لایک، زنگوله و سابسکرایب رو بزنید. اگر هم از اینستاگرام دارید ویدیوی من رو میبینید که لایک و شیر و سیو و کامنت، فالو هم که فراموش نشود. خب امروز اومدیم میخوایم روی آهنگ گلی از گروه ایوان بند نقد و بررسی و ریاکت داشته باشیم. من خیلی دوست نداشتم که این موزیک رو بخوام ریاکت یا نقد بکنم، ولی یک نکته‌ای داشت این موزیک و مجبورم کرد که برم به سراغش و چند تا نوکی بهش بزنم یا توک بهش بزنم. نمیدونم هر کدومش که فکر میکنی درسته. خیلی وقت رو تلف نمیکنم، با هم دیگه بریم ببینیم که چیه. البته یک دقیقه تیزرش هستش و موزیکش رو حتما خودتون برید گوش بکنید هر کدوم که فکر میکنید درسته. خیلی وقت رو تلف نمیکنیم، بریم که ببینیم. زیبای سیاه چشم منه، چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی. ببین بچه ها، من خیلی حالا توی نقدهای قبلی احتمالا متوجه شده باشید بحث موزیک، خیلی موزیک های مارکتی رو خوشبختانه و متاسفانه گوش نمیدم و این گروه رو هیچ وقت دوست نداشتم به خاطر اینکه چند تا کار کاور داشتن. نه اینکه هیچ کس کار کاور نداشته باشه ها، ولی شما وقتی 200 تا 300 تا کار ساختی، 50 تاش کاور، اصلا دیگه تهشو دارم میگم. ولی وقتی 20 تا کار داری 5 تا 6 تاش کاوره، یه ذره به نظر من جالب نیست. حالا که اصلا کاری به این ندارم، بحث کاور کردن یه چیزیه که ساعت ها و روز ها میشه توی ایران راجبش صحبت کرد و به نتیجه هم آخرش نرسید. ولی این موزیک یه نکته خیلی وحشتناکی توش اتفاق افتاده و منو اذیت کرد به عنوان کسی که خودم تخصصی میکس و مسترینگ انجام دادم و ثانیه اولیه موزیک پلی بشه میفهمم که چه اتفاقی افتاده و توی این موزیک بریم جلوتر بهتون میگم. تو ماه شب چهاردهی، هر شب تارم، من چله نشینه. ببینید، زمانی که توی اینستاگرام اتفاقی من یک نفری ادستوری کرده بود تیزر این دوستان رو، من گفتم شاید رندر ویدیو یه جوری بوده که موزیک کیفیتش اومده پایین و دیستورت شده. بعد نشستم با خودم فکر کردم، گفتم خب دیستورت چه زمانی اتفاق میفته؟ دیستورت زمانی اتفاق میفته که لادنس یا خروجی موزیک، لادنس میشه بلندی صدا، موقعی که خواننده در واقع سفارش دهنده کلیپ موزیک رو داده به سازنده کلیپ، اون موزیک بد داده باشه به سازنده اون موزیک ویدیو، مگر اینکه اون تدوینگر، اون ادیتور تصویری که داشته کار میکرده سرخود موزیک رو کشیده بالا صداش رو، که باز هم خب این دیگه همه میدونن دیگه، این وقتی یه کاری ساخته میشه صاحب اثر نگاه میکنه، یک سری ایرادات و یک سری نکته میگه، دوباره میره به اصلاح و این مرحله شاید چندین بار تکرار بشه دیگه. کسایی که کار کردن میدونن که با یک بار خروجی گرفتن یک کار به فاینال نمیرسه. پس طبیعتاً اگر هم ما بخوایم بندازیم گردن تدوینگر که صدا رو سر خود کشیده بالا، این دوستان شنیدن میتونستن بهشون تذکر بدن که آقا صدا رو واسه چی کشیدی بالا، ما اینجوری بهت دادیم، تو اینجوری به ما تحویل دادی. تو هم تاب ندارم گلی جان، گلی جان. ببین توی همین 19 ثانیه شروع یه ذره با دقت گوش بدید میفهمید که صدا دیستورته، صدا به قول معروف خطر انفجار باند داریم ما اینجا الان. خیلی عجیبه. خرابم از تو چه پنهان، قشنگ توی گوشم داره اذیت میکنه صدا، انقدر که بیکیفیته. جاله من شو امانه. مدل بازیگرشون خیلی شبیه ساره بیاته، ولی اون نیست چون ساره بیات خسته تر از این حرف هاست. اینو میخواستم بگم، من بعد اینکه کلیپ رو دیدم توی گوشی و توی اینستاگرام، گفتم شاید ویدیو مشکل داره، رفتم موزیکش رو دانلود کردم و دیدم که
یه کوچولو بهتر هست، ولی باز هم صدا خیلی آماتور مسترینگ شده، نمیدونم چرا، و متاسفانه هم ننوشتن که چه کسی میکس و مسترینگ کرده. کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنه، گلی به مو گل بزن. تکسو داشتین؟ گفت گلی به من گل بزن، گلی به من گل بزن، فقط به من زل بزن، فقط به من زل بزن، گلی به من گل بزن، فقط به من زل بزن. به دست من دست بداخ، به قلب من پول بزن، گل سرخی دادی دستم. دیستورته دیگه، واقعا دیستورته، نمیدونم چی بگم، خیلی دیستورته. امیدوارم که خودشون از قصد این کارو نکرده باشن، چون میدونین که یه داستانی توی ایران پیش اومده 3-4 ساله به اسم حاشیه، یعنی میدونن دیگه، یه حاشیه درست میکنن که کار بره بالا. همین کار آخری که مثلا ساسی انجام داد یه نوع حاشیه سازیه دیگه، سوپر حاشیه بود، سوپر اومگا حاشیه بود. ولی اینم من فکر میکنم از قصد این کارو کرده باشن، چون بالاخره جزو مارکتی هستن که رقابت خیلی زیاده توش، درجه یک خیلی زیاده توش، و بعید میدونم با همچین میکس و مسترینگی از سهون کارو پخش کرده باشن، و فکر میکنم از قصد بوده. از همون روز عاشقت هستم. بله، ما تیزر 1 دقیقه رو دیدیم. فقط موزیکش بد نیست، موزیکش ملودی بدکی نداره، ترانش جالب نیست، و ولی خب از لحاظ صدا برداری و میکس و مسترینگ اصلا قابل دفاع نیست، و یه حمله بسیار شدید شد طی این چند روز تا جایی که من دیدم، و امیدوارم که از قصد نبوده باشه. میگم چون از قصد از این کارا میکنن، امیدوارم که نبوده باشه. به هم بگید نظرت رو، به هم بگید که شما هم متوجه بدی صدا و دیستورتی صدا شدید یا نه، اذیتتون کرد یا نه. حتما به هم بگید، بنویسید توی کامنت ها، میخونم و خیلی تأثیر داره. دمتون گرم، دکمه لایک، زنگوله سابسکرایب فراموش نشه، توی اینستاگرام لایک و شیر و سیو و کامنت، فالو هم فراموش نشود. دوستتون دارم، خدا نگهدار.